این بار برای برنامه به عبارتی دیگر اینجا در ژنو هستم. مهمان من روزنامه‌نگاری که وزیر شد و مسئول اعمال سانسور بر مطبوعات و دموکرات لیبرالی که فعالیت سیاسی را در نوجوانی از یک حزب شبه فاشیستی شروع کرد. مهمان من اخیراً از مرز 80 سالگی گذشته ولی هنوز آمالهای سیاسی زیادی در سر دارد. آقای داریوش همایون به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید آقای همایون به نظر شما حق انصاف رعایت شده اگه من بگم که شما را بسیار طولانی رو در مسیر فکری و عقیدتیتون طی کردید تا امروز از گرایش به حزب شپ فاشیستی در نوجوانیتون گرفته تا لیبرال دموکرات الان درست است این سیر فکری همزمان است با سیر زندگی من به هر حال ما در یک دوران به کلی متفاوتی به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم و در شرایطی به نوع جوانی رسیدیم که جز گرایش های راهی نبود همه همه دنبال گرایش های بودند، بودن از مسلمانان تا چپگرایان تا ما راستگرایان ولی سودمندی زندگی و تجربه همین است که انسان تصحیح میکند خودش رو و آدم دیگری میشود من خیلی خوشحالم که این فرایند همچنان ادامه داشته در من و هنوز اون آدمی که میخوام البته نشدم علت گرایش شما به اون حزب سونکاچی بود در موقع؟ اون موقع مصادف بود با اشغال ایران از طرف نیروهای انگلیس و روس و من چون با تاریخ خیلی آشنا بودم اصلا کودکی و اون حمله متفقین به ایران خاطره 150 سال تغییر ملی رو در من بیدار کرد و همه اون 150 ساله پوشیده بود از بخش همکاری ها و سازشکاری های خود ایرانیان با این قدرت ها و بعد از شهریور 320 من دوباره همون صحنه ها رو دیدم باز همون مزدوری و خدمت به خارجی و آماده بودن برای از بین بردن کشور که 150 سال سابقه داشت در دا ایران و در نتیجه واکنشی که ما طبعا می توانستیم داشته باشیم شدیدترین خشونت بود در برابر این افراد هیچ وجه مشترکی با اونا احساس نمیکردیم خب حتی کودکی هم بود من اون وقت بودم 13, 14 سال پونزده سال هم نوزده سال هم بود ولی عمدهش همین بود عمده اون ضربه روحی بود که اشغال ایران در اون شرایط که ما خیال می کردیم یک کشور آباد پیشرفته روبه بزرگی هستیم و چنان ضربه تحقیرامیزی و بعد اون سحنه های همکاری چپ و راست ولی بعدها آقای همایون شما <applause> به عنوان یک روشنفکر بسیار با تیزهوش خیلی خیلی همردیف شما در اون زمان ها به طور طبیعی گرایش های چپ داشتن گرایش های لاقل دموکراتیک داشتن ولی شما بعدها هم و گرایشتون به سمت در واقع هم رزم بودن یا در کنار نظام دیکتاتوری بودن حفظ کردید چپگرایان و دموکراتیک رو من جدا میکنم من در اون زمان تا این اواخر تا این اواخر سالها پس از انقلاب اسلامی نشانی از دموکراتیک در هیچ گرایش سیاسی ایران ندیدم صحبتش بوده از خیلی روزنامه‌نگاران ویرون هم به گروهی لیبرال حتی خطاب کردن اصلا امکان ندارد که با واژه ها رو درست به کار ببریم و اطلاق بکنیم بر این گروه چپگرایان بودند ولی چپگرایان به سرعت با شوروی یکی, ش... یکی, شناخته شدند و در خدمت اونها قرار گرفتند سال 24-45 کامیون های ارتش سرخ از تظاهر کنندگان حزب توده که خواستار واگذاری امتیاز نفت به شوروی بودن حمایت میکردن در اون شرایط طبیعی است که کسانی مثل من نمیتوانستند به چپ گرایشی پیدا کنند اما پس از اون پس از اون دوره یاقیگری و بیارامی و شورش سالهای نوجوانی و اوایل جوانی من چون زندگیم رو با خواندن تاریخ آغاز کردم از هشت سالگی من سیر جامعه های پیشرفته دنیا رو به ویژه در اروپا که تاریخش رو خوب آشنا شده بودم موقع دنبال کردم و دیدم که صرف نظر از گرایش های سیاسی یک جامعه نیاز دارد به اینکه یک زیر هایی داشته باشد یک ثروتی ثروت معنوی و مادی تولید کرده باشد روی هم هم باشته باشد تا به جای بتاند. و این میسر نبود جز در یک نظامی که ایران رو داشت اداره میکرد و دستکم کم ادعای مترقی بودن و پیشرفته بودن داشت و یه کارهایی هم انصافا میکرد بعد متوجه تفاوتی که دوران پس از رضا و پیش از رضا یعنی دوران رضا و پس از و پیش از رضا بود شدم و به نظرم رسید که رضا در اون موقع بهترین پاسخ مسئله ایران بوده است و وقتی از 1340 39 در واقع که من مخالفت با رژیم رو گذاشتم که یعنی با حکومت رو با رژیم رژیم پادشاهی من شما موافق بودم ولی با حکومت و سیاست رو گذاشتم ها که و سعی کردم در از درون کار بکنم خب واقعیتا یه ده سالی در ده, ده, ده سال ایران تکان بزرگی خورد این است که من با اینکه امکان ورود در دولت برام از ده دهه چهل بود اوایل دهه چهل ولی در حاشیه سعی کردم که از نظر فرهنگی به این فرایند پیشرفت و توسعه کمک کنم از راه انتشار کتاب ها و روزنامه خب ولی در همون زمان از اون نظر من شما فکر میکنید چه به اثری داشتین توی اون زمان ها در جهت سوق دادن ایران به طرف یک نوع جامعه دموکراتیک از طریق فعالیت های فرهنگی شما می دموکراسی فقط در جامعه‌ای به وجود می‌آید آید پا بر شود که اون اسباب رو قبلا فراهم کرد یعنی اون فرهنگ سیاسی لازم و اون ساختارهای آموزشی و اقتصادی رو ما در اون زمان تازه داشتیم این ساختارها رو به وجود می‌آوردیم در یه جامعه هنوز بی‌سواد که من که به کتابخانه اون زمان بودم می دیدم چه فقری در زمینه مثلا انتشار کتاب هست و چه روزنامه های بزرگترین روزنامه های اون زمان ایران برای من اصلا غیر خواندن بودن چون انگلیسی می از زب... خب روزنامه های فرنگی می خاندم. خب از طریق اصلاح در این زمینه تا اونجایی که توانستم مسلمان کمک هایی کردم و اثر داشتم به هر حال روزنامه نگاری ایران بعد آیندگان چیز دیگری شد کتاب های جی بی یه تحول اساسی بود در انتشار کتاب برای اینکه بهترین کتاب ها با چاپ نفیس بودا قیمت ارزان و سطح وسیع و اینا کارهایی بود که به نظر من جنبه ساختاری داشت خب حالا اگر قبول بکنیم این حرف شما و شواهدی هم باشه برای این صحبت تو از دهه چهل به بعد اواخر دهه چهل تا پنجاه اینها اون موقع ها شما خودتون یک در مقالاتی که نوشتین گفتین که قطعا جامعه ایران در اون مقطع یه آماده بود برای یک قبول دو دموکراسی ولی در اون مقطع هم شما برعکس به عنوان یک روزنامه‌نگار بسیار موفق کاملا حرفه‌ای تبدیل شدید به یک وزیری که کارش این بود که سانسور بکنه من در 1960 پ اول ۶۵ در یه سمیناری در هاروارد یه رساله ای خوندم توسعه سیاسی ایران و در اون رساله بعد از تشریح وضع ایران اونطور که به نظرم رسته بود پیشنهاد کردم یعنی این راه به نظرم آمد که ما باید یک جنگ چریکی سیاسی بکنیم یعنی از درون رژیم درست کنیم رژیم رو برای اینکه یه رژیم بود سر کار دستش نمیشد زد مگر با شیوه های خشونت و انقلابی که من دیده بودم نمونه هاش رو به هیچ وجه موافق نبودم نه با جایگزین مذهبی موافق بودم نه جایگزین چپ چیز دیگری هم نبود خب این جنگ چریکی سیاسی چه معنی میداش؟ این که من بعد از اینکه کارم رو انجام دادم در زمینه فرنگی که به نظرم دیگه انجام دادم روزنامه این دوگان سر جاش ایستاده بود و کتاب های جیبی هم در می تا توسط یک منصه انتشاراتی دیگر با همون خوبی و شاید هم بهتر و کارهای دیگه ای که در اون هم سندیک‌ها و اینا هم که درست کرده بودیم همه دیگه بود در اون زمان من دیگه آماده بودم که وارد سیستم بشوم و از درون کار بکنم برای اینکه با نوشتن و بحث و سخنرانی اینا چیزی حل نمیشد در نشه تصمیم گرفتم که وارد میدان بشم و از 1354 یعنی 75 وارد کار سیاسی شدم و به سرعت در اون دو ساله دیگه تا اونجایی که میشد رفتم ولی جواب سوال من رو اما جواب, جواب سوال من این بود که علا. شما تبدیل شدین به یک سانسور باز باز میرسیم به اینکه تعبیر ما از سانسور دموکراسی چیه و, و گفتار و آزاد چیه اگر کلیشه به کار ببریم و کلیشه فکر کنیم بله سانسور بعد از آزادی گفتار خوب است از روزنامه باید آزاد بشه کدوم آزاد بشه؟ کدام روزنامه باید آزاد باشه کدام روزنامه نگار باید آزاد باشد که بتوان سانسور رو برداشت و در چه جامعه در یک نظام سیاسی که دستگاه دادگستریش کار بکند دستگاه دادگستری ما کار نمیکرد هر جا زور بود نفوذ بود می ایستاد من عضو هیات منصفه مطبوعات بودم به این معنا که اگر شکایت کسی از روزنامه میکرد ما به عنوان جوری میرفتیم بارها منو دعوت کردن که فلان روز فلان جلسه هیچ وقت تشکیل نشد میترسیدن سراغ روزنامه ها نمیرفتن میخواستم یه خانه برای خودم اجاره کنم بعد از اینکه مادر مرد خانمو فروختم اونجا زندگی کنم کسی من خانه اجاره نمیداد چون روزنامه نویس بودم بالاخره از راه دوستی و در اون شرایط مسلم از وقت شما یک طرف آزادی مطبوعاتتون کریمپور شیرازی است یک طرف دیگرش مهرمالی خان میشود باید معادله رو در نظر گرفت دو سر معادله همیشه توی جامعه میخوانه با هم این نکته است که ما در فرهنگ سیاسیمون نمیشناسیم، نمیدانیم ف... نمی که یک معادله دو سر داره شما در واقع آقای حبایین میگین که شما وارد سیستم شدین وارد نظام حکومتی شدین که بتونین این تکلیف این معامله رو روشن بکنیم یا معادله رو روشن بکنیم معادله چجور؟ همون چه کار کردم کارایی که میخواستم بکنم و شروع هم کرده بودم اول از همه گفتم ما سانسور نمیکنیم روزنامه ها همون فردای روز که سانسور برداشتیم ولی وقتی سانسور بردارید در نظامی که نمیشود حرف زد باید تکلیف روزنامه‌نگار معلوم باشه ولی روزنامه‌نگار دائما با تلفن کنه آقا اینو بزنم یا چاپ کنه فردا از معمولا شاه بود اول از همه خود شاه ناراحت میشد بعد میاد پایین خب وقتی این سانسور رو داشتیم بعد یه دستور عمل نوشتیم بر روزنامه که این مطالب رو بپرسید و چاپ کنید این مطالب هم آزاد بشه مطالب آزاد مربوط به حکومت دستگاه دولت کابینه وزارت خونه هر چی بخواید بنویسید جوابشون رو با چاپ کن تو نمی‌کردن اونم حاضر نبودن ولی آن چیزی نظر شاه بود نه بعد بپرسید معلومی که باید سانسور کرد از مزه است مگه شما میگذاش که شما یه روز بله دو روز میشد بعد همه چیز به با هم برو بریم میگردیم به صحبت که خودتون کردین در مقالات متعددتون که جامعه آماده بود از چهل بله آماده بود برای یک نوع دموکراسی چه کسی رو یا کسانی رو شما مسبب این میدونین که نذاشتن جامعه متحول بشه در اون میدونید هر دو طرف مادرد. طیف سیاسی بله. بله. هر دو طرف از شاه اون طرف چون شاه بعد از 1339 حقیقتا میخواست باز کنه و جپه ملی رو کرد و خلیل ملکی رفت و داستانش مشهور است به بنبست رسیده بود هنوزم چیزی در چنده نداشت به عنوان دستاورد بزرگ و آماده بود خب جپند ملی زیر بار نرفت چاپام که تکلیفشون روشن بود استوده. اون از اون تا. شاه هم بعد از اینکه اون برنامه اصلاحات اجتماعی که پیاتا برنامه درخشان است بود او رو اجرا کرد دوچار یه غروری شد و دوچار یک خوشبینی فوق العاده که نیازی ندارم به نیروهای دیگر من دارم کارم میکنم مردم هم که طرفدار مردم واقعا طرفدار شد دانش موضوع اصلا از بین رفت منتفی شد و بعد واکنش نیروهای مخالف در برابر اون برنامه اصلاحی اصلا اصلاح شرم‌آور بود مگر می شود که انسان با برنامه اصلاحات ارزی مخالفت کنه چون مثلا شاه کرده خب هر کی کرده باشه همه اروپا بر اصلاحات ارزی رو شاهان کردن در همه اروپا شاهان مستبد این طبیعی ولی میگم ولی, با وجود مخالفت ها میدونی که این مخالفت ها همون زمان سرکوب شد و کانات نظام شاهنشاهی محدود نشد برای این اصلا وقتی با برنامه اصلاحات ارزی حق ری زنان سهیم کردن کارگران مخالفت میشه معلومه اصلا دیگه از اون طرف میفته یعنی شاه نه تنها تغییر کرد مخالفانش رو اصلا کینه پیدا کرد که شما چی میگین اصلا اصلا شما با کی, با هستین نه وقتی شما همه چیز رو بخواید هیچ چیزگاهی گیرتون گر، نمیاد مخالفان همه چیز میخواستن ولی ببین انقلاب 1357 در ایران قبول دارید که یکی از مردمی‌ترین انقلاب از نظر شرکت مردم داشت فکر نمی‌کنی این در واقع به هر،, هر زبون و به هر شکلی داشت این رو میگفت که برخلاف اون چیزی که شما میگیم که طرفدار داشت شاه نداشت در واقع آخه شما زمان رو قاطی میکنید شما از 1340 سیونو میپرید به 57 ربطی نداره به در 17 سال هزار اتفاق میفته یه ولی اصلا که خلق و سائه نیست خلق و سائه, سائه نیست با... ولی ولی 17 سال هم مدت بسیار طولانی است انقلاب 17 باز... سال طول نمی کشید زمینه داره یعنی زمینه از, سالهای از سال های انقلاب 17 سال زمینه نمیخواد <تص> انقلاب اسلامی شش ماه در واقع طول داد زمان عمر انقلاب اسلامی شش ماه بود یعنی پیش از اون هیچ نشانی از انقلاب اسلامی نبود و اون شعارها نبود و در اون شش ماه هم هیچ مقاومتی از طرف رژیم نبود ولی جلوش گرفته بودن نه آنچه که انقلاب رو باعث شد خیلی عوامل است ولی عامل اصلی رو کسی متوجه متذکرش نمیشه عامل اصلی تسلیم شاه بود شاه در 1981 س... که من رسیدم به پاریس همون وقتی مصاحبه کرد با واشنگتن پست که من در هرال تریبیون اونجا خوندم گفت سیاست من در برابر انقلاب صرفا تسلیم بود این بود که انقلاب اگر این یعنی ت... با سرکوب به نظر شما نه من بس سرکوب کاری تسلیم... این کار دیگه چرا کار نفر هزار هزار جنبش انقلابی در دنیا هر روز میشه هر روز یه جنبش آخه جنبش انقلابی ایران چه بود؟ تظاهرات مثلا قوم بود این که نمید انقلاب بشه که با یه تظاهرات مثلا دویست نفر طلبه که انقلاب نمیشه که نه سرکوب دید سرکوب باز از اون لغت هاش که تا بگید که همه برشت نه شما یه دیر میگیرید حالا اسمش هر چی هست یه دیر میگیرید یه دیر هم اجازه میدید فعالیت کنن ولی شما اگر اونایی رو که باید اجازه داد فعالیت کنن بگیرید اونایی که باید بگیرید ول کنید خواهم میشه دیگه مطمئن باشید که تا ماه آذر و دی جلوی انقلاب رو میشد که بی خون ریزی زیاد حالا تو کشته میشدن چون دو سه هزار نفر همون شش ماه کشته شدن با همه تسلیم اینجور هم نیست که تسلیم جلو خون ریزی رو ری گرفت ولی خب از طرف دیگه میشه اینطور گفت که برای مدت طولانی همه احساب رو بسته بودن فضای سیاسی در امریکا کاملا بسته بود بلده. و فضای اختناق وجود داشت درست. و در این شرایط مردم بهترین راهی که میتونستن که بریزن به خیابون بریزن در خیابون این انقلاب و انقلاب مردم بود قبل از هر چیز دیگه وقتی شما نمیتون یعنی در واقع انقلاب مردمش بس مردم نه 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 ما در باره انقلاب و مردم بحث نداریم قبوله ولی این مردم روز اول که نرختن تو خیابون این مردم به تدریج گروه گروه و لایه, لایه اجتماعی پیوستن به انقلاب شش ماه طول کشید یعنی هر چه شاه کوتاه آمد عده بیشتری ریختن تو خیابون شما اگه روز اول جلوی یک جریانی رو بگیرید مثل شعر سعدی که به با بیل میشه سرش گرفت بعد دیگر با پیل هم نمیشه گذار اصلا دیاز به خون ریزی نم. میگم دو سه زانو و کشته شدن خیال نکنید که اون سیاست تسلیم و غیر سرکوبی و اینا بی هزینه بود نه بیشتر کشته شدن شما روزای اول باید داری میگرفتید جلو بقیه هم حساب کارش رو میکردن چون هیبت شاه و قدرت شاه یه چیز دیگری بود اون موقع فقط کافی بود نشان بده که وایستاده و نمیگذاره تموم شد 1342 همون خمینی با همون شدت و حدت ریختن تو خیابون نه فقط در تهران پنج شهر ایران ریختن مخالفان هم همه آماده بودن برن پشت پشتش سه روزه تمام کردن کارو خب انقلاب نشد پس میشه جلوی این رو گرفت خب برحال حال حالا این, این نظر شماست و خیلی هم با شما مخالفن تو این زمینه حالا اینو از این بگذاریم بله بل از این بگذاریم بریم بگ سر مسئله که شما در واقع الان الان شما حزب مشروطه ایران درست کردید و من مرامنامه و اساسنامه شما رو خوندم بسیار خیلی قشنگه خیلی به افکار و عقایدی که درش مطرح کردین و آینده‌ای که برای ایران درسیم می‌کنین همونطور که خودتونم گفتین خیلی مدل حکومت‌های دموکراتیک و لیبرال اروپاییه ولی به نظر میاد این یک اشکال داره این وسط اشکال اساسی و بنیانی داره و اون اینکه شما به نظام شاهنشاهی معتقدید و این با مجموعه اون چیزایی که شما میگین به نظر بغایر میاد ما با نظام شاهنشاهی هیچ موافقت نداریم شاهنشاهی ما در ایران مگه ما شاهان داریم در ایران که شاهنشاه داشته باشیم نه ما با پادشاهی مشروطه موافقیم همون که شما در انگلیس دارید شما در انگلیس فراموش میکنید که در قرن 17 هم که قرن حق الهی پادشاهانه حق الهی پادشاهان برای اولین بار در همون انگلیس شما یک پادشاه گفت من حق الهی دارم در فرانسه بابا گفت از همه میگفتن در 1686 بله 1686 انگلیس پادشاهی مشروطه پیدا کرد ویلیام اورانج و ملک آن پس در یک قرن 50 سال در طول 50 سال پادشاهی مستبد نه مطلقه نه حق با حق الهی شد پادشاهی مشروطه می شود در ایران ولی, ولی بهتر از من می خیلی بهتر از من می که مسئله پروسه پادشاهی مشروطه در بریتانیا در هر جای دیگه یک پروسه بسیار طولانی در ایران کرد ما داریم راجع به فردا ایران صحبت می کنیم. ایران و, این و به, علاوه من به شما میگم که مردم ایران یک بار در انقلاب و یک بار در رفراندومی که دادن من همه اشکالات رو دو رفراندوم داشت ولی یک خوشم بود شما نظام شاهنشاهی میخواد 98 درصد گفت چرا شما بار دوباره فکر میکنید این مال سی سال پیش بود معلوم نیست امروز یا دو سال دیگه اگر از مردم بپرسید چه بگن اینو هیچ کس نمیدونه مگر اینکه شما بگین آقا یه دفعه گفتن تموم شد رفت اون که معنی نداره مردم میتونن هر روز نظرشون عوض نه ایران در 100 ساله گذشته به اندازه 300 سال اروپا تجربه کرده برای اینکه الان سیر رویدادها سریعتر اون وقت یه خبر از این ور به اون یک کشور یه ما طول می‌کشید الان دو ثانیه طول می‌کشه کمتر این است که ما تجربه کردیم ما دیدیم نظام شاهنشاهی چیه جمهوری اسلامی چیه چپ چیه راست چیه همه اینا رو دیدیم اگر ما هم نمیگیم که حتما باید این بشه مردم اگه خواستن ما ما, اینو بیشتر ما حق داریم شما حق دارید بگید جمهوری فرق نمیکنه یا شما نظامتون نظام دموکراتیکه ما پادشاهیتون هم دموکراتیک یا نظام دیکتاتوری جمهوریتون هم میشه سوریه مثل آزب... جمهوری آذربایجان چه فرق بگو اسمش جمهوری پادشاهی ب... ب... هم بدتر این است که با اسم از اسم وحشت نکنید ما گفتیم تجربه تاریخی ما ما رو به بق... آنجا رسانده است که می توانیم یک پادشاهی مشروط برقرار کنیم اگر مردم بخواهند نخواهند نخواهند <تصفح People> رفت ولی بسیاری معتقدند که از جمله مخالفان نظام جمهوری اسلامی در ایران و در خارج از ایران که هر نوع تحولی در جهت دموکراتیک شدن جامعه ایران باعث از درون جامعه ایران و با در... به احتمال زیاد از درون خود همین نظام اسلامی با, با اصلاح شدن نظام اسلامی بشه نظر شما چه در اینکه که همه چیز از درون ایران منطبع با یه نفوس های از بیرون چون ما در بطری در لوله آزمایشگاه که نیست اون جامعه هزار نفوس است ولی مسلم است آنچه که در ایران تعیین کننده است تحولات درونی است و من هیچ،, هیچ اشکالی هم با این ندارم که خود این نظام دچار تحول بشود به مراتب ترجیح دارد که هر چه زودتر در خود این, این نظام یه دی پیدا بشن این برچینند برچینن و تا اینکه خون ریزی مملکت از بین برد نه اونا مسائلی است که ما دربارش دعوایی با هم نمیتونیم داشته باشیم منتها فقط شما امیدوار باشید که مثلا در خود این نظام یه گدی پیدا بشن درست کنن معلوم نیست نه ممکنه که نتوانه یک نظام هایی نمیتوان کره شمالی نمیتواند از درونش چیزی اتفاق بیفته حتی ایران کار نیست ولی به هر یه نظامهایی هایی هستن که نمیشه کاریش کرد باید فرو بریزه شوروی فرو ریخت اصلاح نشد حالا اینا ممکنه فرو بریزن واقعا هم وضعی که در ایران به وجود آوردن خیلی احتمال فروریزی بیشتر است تا اصلاح از درون ولی اونم من نفع نمیکنم ولی نشانه های وجود داره در داخل ایران که این تحول و اصلاحات مقدوره و به حال خواست شاید بیشتر مردم ایران هم همین درسته ولی من اونورم خب مقاومت ها زیاده نه در این شک نیست که مردم اینو این راه حل ترجیح میدن منم در ایران بودم این راه حل ترجیح میدادم و هستن نیروهای خیلی مؤثری هستن که دنبال ولی اون طرف هم خب میدونیم که چه قدرت های متمرکز شدن برای اینکه وضع موجود و منافع خودشون نگه و این تنش هزار اتفاق ممکن است بیفتد معلوم نیست واقعا چی اما من هیچ کدوم از این احتمالات رو نفی نمی کنم همش به سود ایران است خیلی متشکرم